کارشناسان میگویند کشور افغانستان احتمالا در ماه آینده آبستن درگیره های شدیدی خواهد بود این کشور که سالهای سال است درگیر جنگ های نیابتی و یا درگیری نیروهای خارجی با گروه های تروریستی است در حال گذار از مرحله جدیدی است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. منابع محلی افغانستان اعلام کردند عناصر طالبان منطقه نرخ در حومه کابل را تصرف کردند این منطقه در 45 کیلومتری کابل و نزدیکی ولایت وردک قرار دارد و طالبان از این منطقه برای حمله به این ولایت استفاده می کند. منابع نظامی منطقه می گویند نیروهای ارتش افغانستان مجبور به عقب نشینی تاکتیکی از این منطقه شدند. ارتش افغانستان اعلام کرده نیروهای ویژه خود را برای بازپسگیری نرخ به منطقه اعزام کرده است. تصرف این منطقه در حالی صورت گرفته است که سنی های طالبان به مناسبت عید فطر سه روز آتش بس اعلام کرده بودند. در خبری دیگر ژنرال اسکات میلر فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که نیروهای امنیتی این کشور باید برای تامین امنیت افغانستان آماده باشند. ژنرال اسکات میلر به سی بی اس گفته که دو هفته آینده در افغانستان حیاتی خواهد بود زیرا تجربه نشان داده است که حملات عناصر طالبان پس از آتش بس تشدید می شود فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان که پیش از این درباره آغاز عملیات بهاری طالبان و حملات این گروه به نیروهای خارجی هشدار داده بود در ادامه تصریح کرد ما باید برای این حملات آماده باشیم ژنرال جیمز کانویل رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به خروج نظامی از افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که نظامیان مستقر در این کشور برای حملات احتمالی طالبان آماده هستند وی به واشنگتن پست گفته بود که ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که از نیروهای ما مراقبت می شود و, ساز و کارهای دفاعی مناسب برای مراقبت از آنها وجود دارد جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز هفته گذشته اظهار داشت که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان در جریان روند خروج از نیروهای افغانی در میدان جنگ حمایت خواهند کرد در پایان لازم به ذکر است برخی کارشناسان مسائل بین المللی معتقدند این اقدامات سنی های تندروی طالبان زمینه باقی ماندن نیروهای اشغالگر در افغانستان را فراهم خواهد کرد